سوال اینه افراد مختلف چطور میتونن با جامعه شما ارتباط برقرار کنن؟ من شما یه جامعه شیعه اثنا عشری درست کردیم. جایگاه یک مسیحی کجاست؟ حتما باید شیعه اثنا عشری بشه. دنبال این نباشید همه رو یه شکل کنید. کارخونه که نیست همه رو لیوانای یه شکل بده بیرون. بذار در عین اون آزادی عمل خودش در جبهه شما باشه. خب باید ابتکار داشت. باید خلاقیت به خرج داد. ما میتونیم یک جبهه درست بکنیم. که طرفداران نظام خانواده در اون عضو بشن. بله، طرف تو هند هندوه. میگه من مدافع خانواده‌ام. مخالف این اتفاقات عجیب غریب جدید جهان است. شنیدیم آیه مجموعه وزارت خارجه‌مون داره در هلند 80,000 متر. دولت هلند چندین بار اومده میگه آقا 30,000 مترشو به من بفروش. بهترین جا. بهترین جا. بفروش، میخوام پارکش کنم. چرا خود جمهوری اسلامی اینو پارک نکنه؟ یه پارک بزن درست بکنه، پارک ایران. و بگه فقط خانواده اینجا را میدن. تعریف من از خانواده اینه. و تو اون پارک بیلبورد بزنه، عکس نوشته بزنه، در مورد تربیت نبوی حرف بزنه. بگه نظام خانواده تو تشیع چیه؟ مگر جز اینه که همه ما حول یک مفهوم جمع شدیم، اهل بیت. مگر جز اینه که همه ما حول یک مفهوم. خدا میخواد آدما رو معرفی کنه، خانواده اسم میبره. پارکت هم مال خودت، کسی نمیدونه چه صاحب شه. شب هم همه رو بنزو درش قفل کنم، اینم دیوار داره. ببینید امکانات فراوان، ابتکار میخواهد. برید ببینید تو همون هلند که میدید کشور پیشتازه تو این اتفاقات عجیب غریبه، مسئله جنسی و کشور پیشتازه دنیاست. رابطه با حیوانات هم اونجا کلاپ داره بر خودش. در همون هلند ببینید چند نفر از همون هلندی ها بلند شن دنیا. چرا یه جبهه درست میکنی؟ جبهه طرفداران خانواده. چرا یه جبهه درست میکنی؟ جبهه طرفداران خانواده.